یه سری قطعات اینجا داریم به نام اهرم های الشکل یا انگشتی های پایین. وظیفه این اهرم های الشکل یا انگشتی های پایین اینه که نیروی میلنگ رو از بادامک دنده سوپاپ بگیرن و منتقل کنن به سوپاپ ها، حالا با یه سری قطعات دیگه. این اهرم های الشکل یا انگشتی های پایین این قسمتشون روی بادامک دنده سوپاپ سوار میشه. یعنی با چرخش دنده سوپاپ و بادامکش این انگشتی ها بالا و پایین میشن. حالا وقتی بالا و پایین میشن، طرف دیگه اهرمای الشک، یعنی از این قسمت، این سوراخ ها، این دوتا سوراخ مین تایپیت ها سوار میشن داخل حفره های اهرم های الشکل. وقتی که اهرم های الشکل توسط بادامک دنده سوپاپ بالا و پایین بشه، مین تایپیت ها هم باهاش بالا و پایین میشن. مین تایپیت ها هم از یک طرف، یعنی از طرف دیگه، وصل میشن به اسپک ها، انگشتی های بالا، که اسپک های انگشتی های بالا هم این نیرو رو منتقل میکنن به سوپاپ ها. حالا برای باز کردن اهرم های الشکی یا انگشتی های پایین باید این محور یا شفت یا پینش رو در بیاریم. این اسپک ها یا انگشتی های پایین روی هوا که نیستن، نیاز به یک تکیهگاه دارن. به خاطر همین یه دونه پین اینجا تعریف کردن یا طراحی کردن که در حقیقت همون محور یا تکیهگاه انگشتی های پایین یا اهرم های الشکله. حالا برای باز کردنش از داخل توسط پیشگوشتی یه فشار جزئی میارم به پین یا شفت اسپک‌ها یا همون اهرم های الشکل. ببینید با پیشگوشتی یه مقدار روی این قسمت، روی این قسمت براق پین فشار میارم. میبینید این شفت یا محور انگشتی ها آزاد شد، از جا زد بیرون. آزاد شد، از جاش اومد بیرون. این شفت یا محور انگشتی های پایینه که انگشتی ها این قسمت سوار میشن. ببینید یکی اینجا، و یکی هم اینجا. این قسمت براقشون همی که گفتم روی بادامک دنده سوپاپ کار میکنه، یعنی بادامک دنده سوپاپ این زیر میفته اینجا. با بالا پایین شدن انگشتی ها، میل تایپیت ها که توی این قسمت حفره یا چالی هستن بالا و پایین میشن، باعث میشه که میل تایپیت ها حرکت کنن و نیروی خودشونو بدن به اسپک های انگشتی های بالا. حالا این قسمت پین برای که سایدگی به وجود نیاد، یعنی اسپک های انگشتی ها با سیلن درگیر نباشن، یه دونه واشر گذاشتن. واشرش الان من باز کردم افتاد پایین، این واشر اینجا قرار میگیره. یه واشر نازک هست، از لحاظ ظاهری هم با واشرهای دیگه موتور فرق میکنه. این قسمت قرار میگیره که زمانی که انگشتی ها دارن کار میکنن بالا پایین میشن، سایدگی برای قسمت داخلی سیلند این قسمت به وجود نیاد. حالا ایراداتی که به هم میزنن بیشتر سایدگی این قسمت هست، سایدگی قسمتی که انگشتی ها روی بادامک دنده سوپاپ کار میکنن. وقتی سایدگی به وجود بیاد، سر صدای اضافی تولید میکنن
که این مجموعه ست باید کلن عوض بشه، یعنی هر دو تا انگشتی های پایین با شفتشون باید با همدیگه عوض بشن. اگه یه موقع با همدیگه عوض نکنید، مثلا فقط انگشتی ها رو عوض کنید ولی از شفت قدیمی استفاده کنید، ممکنه که با همدیگه جور نشن، مچ نشن و سرصدای اضافی تولید بکنن. بهتره که پس ست عوض کنید، کامل دست کامل عوض بکنید. این از طریقه باز کردن اسپک ها یا انگشتی های پایین. حالا میخوام اهرم های ال‌شیپ یا انگشتی های پایین رو روی میلنگ سوار کنم. قبل از اینکه هر کاری انجام بدم، برای که به اشتباه نیفتید، این اهرم های ال‌شیپ زمان نصب باید یه همچین شکلی بگیرن، به این صورت در بیان که از وسطشون این شفت یا محور عبور میکنه. خب اول از همه باید این واشر نازک رو که جاش گفتم اینجا هست، این قسمت جا بزنم. واسه اینکه واشر از جاش بیرون نیاد، میام یه مقدار روغن یا گریس بهش میزنم، با روغندون یه مقدار روغن یا گریس بهش میزنم، چربش میکنم که کاملا بچسبه به اون جایی که هست، بچسبه به سیلندر. که یه موقع خواستم پین یا محور رو جا بزنم، از جاش بیرون در نیاد، دوباره کاری نشه. حالا اگه گریس بود چه بهتر، من الان اینجا گریس نداشتم دم دست، پس از روغن استفاده کردم. این پین گفتم از وسط انگشتی ها عبور میکنه، یه سوراخ داره که این سوراخ واسه قرار گرفتن پیچی هست که روی سرسیلند سوار میشه و از داخل این عبور میکنه. پیچی که یه واشر مسی میخوره، پیچ خاصی هم هست که توی تصویر دارید میبینید. از داخل این عبور میکنه، باعث میشه که این شفت یا پین ثابت بشه، از جاش تکون نخوره، جا به جایی به وجود نیاد. حالا برای سوار کردنش، اول شفت رو یه مقدار عبور میدم، یکی از انگشتی ها رو سوار میکنم به این صورت. ببینید یکی از انگشتی ها رو یه مقدار پین و شفت رو فرو بردم، یکی از انگشتی ها رو سوار کردم. حالا نوبت این یکیه، این رو هم تو این قسمت سوار میکنم روی پین یا شفت. حالا پین یا شفت رو آروم آروم فشار میدم به سمت داخل. ببینید خیلی ساده و راحت جا رفت. حالا این شیار واسه موقعیه که اگر یه موقع به فرض این شفت کج جا رفته بود، مثلا به این صورت در اومده بود، ما بتونیم با پیشگوشینو صافش کنیم تا جای پیچ، اون پیچ مخصوص که روی سرسیلن قرار میگیره، درست در میاد. این خط باید کاملا چی باشه؟ صاف باشه، مماس باشه با این خط، با این خطی که روی سیلند هست. این خودش یه نوع شاخص هست، یه نوع علامته. با این کاملا من الان سعی میکنم صافش کنم، صاف باشه. این الان خط کاملا باید صاف باشه تا اون پیچ مخصوص که از داخل اینجا عبور میکنه و از سرسیلند میاد پایین، بتونه این شفت یا محور رو واسه ما ثابت کنه. حالا انگشتی ها باید کاملا آزاد و راحت بچرخن، هیچ مشکلی نداشته باشن.
این هم از طریقه جا زدن انگشتی ها یا اهرم های ال شکل. شما همراهان عزیز میتونید کانال رو سابسکرایب کنید و برای باخبر شدن از ویدیوهای جدید حتما علامت زنگوله رو بزنید. اگر از ویدیوها خوشتون اومد اونا رو لایک و کانال ما رو به دیگران معرفی کنید. برای ما کامنت بفرستید و از اینکه با ما هستید و کانال رو دنبال میکنید خیلی سپاسگزارم. برای تماشای مطالب جدید لطفاً بر روی یکی از ویدیوهای روبرو کلیک کنید. برای باخبر شدن از آخرین ویدیوهای ما کانال ما رو فالو کنید.